برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. واحد تبلیغات دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در نجف اشرف اولین همایش بانوان مبلغ را برگزار کرد. این همایش تحت عنوان نقش زن در ساختار جامعه و با همکاری دارالتبلیغ و آکادمی المنبر برگزار شد. در همایش مذکور حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری و شیخ محمد النائلی با موضوع نقش زن در جامعه و چگونگی الگوپذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها و تعامل حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه و جامعه سخنرانی کردند. مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا فعالیت خیریه دیگری را در این شهر به اجرا گذاشت. این مؤسسه با همکاری جمعی از شخصیت‌های اجتماعی کربلای معلا در میان 170 خانواده یتیم گوشت گرم توزیع کرد. اقدام مذکور به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صورت گرفت. منابع محلی در استان مازندران در شمال ایران خبر دادند که سیلاب ناشی از بارش رگباری روز گذشته به 6 شهرستان عباس آباد، چالوس، نوشهر، نور، سوادکوه و آمل در این استان خسارت زده است. گفتنی است برآورد خسارت‌های کلی در دست بررسی است و نیروهای مدیریت بحران این استان به همراه دیگر عوامل مربوط به شهرستان‌های یاد شده از زمان وقوع سیل تا کنون بر روی ارزیابی خسارت و عملیات پاسخ به بحران متمرکز شده است. گفته می‌شود طبق برآوردهای اولیه بر اثر این سیلاب میلیاردها ریال خسارت به اموال دولتی و غیر دولتی در این 6 شهر وارد شده است. گارد ساحلی اسپانیا اعلام کرده که بیش از 500 پناهجو در اقیانوس اطلس در نزدیکی جزایر قناری اسپانیا نجات یافتند. بر اساس گزارش رویترز، گارد ساحلی اسپانیا از میان 4 قایقی که نجات داده، 2 جسد نیز پیدا کرده است. در 10 ماه اخیر بیش از 30,000 پناهجو به جزایر قناری رسیدند که افزایش 111% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتدال هوا و آرامش نسبی دریاها موجب افزایش ورود پناهجویان در این مسیر شده است. سال گذشته 43,290 پناهجو از طریق جزایر قناری وارد اسپانیا شدند.